رضا و هیتلر رضا شاه در دوره 16 ساله سلطنت خود اصول و خط مشی مشخصی برای مدرنیزاسیون ایران داشت و هرچی از عمر حکومت او میگذشت بر تمرکز قدرت و ایجاد نهادهای سیاسی هماهنگ با اهداف شخصی او افسوده میشد از منظر روابط خارجی رضاخان از همان سالهای ابتدایی گوش چشمی به آلمان داشت اما با به قدرت رسیدن هیتلر و بلند شدن صدای برتری نژادی و تقویت ناسیونالیسم آلمانی با توجه به اهمیت ایران برای نظام سیاسی آلمان روابط رضاخان با هیتلر و کشور آلمان در ابعاد گسترده گستر یافت ریشه اصلی پیروی رضاشاه از ایدئولوژی نازیسم شباهت و آرمانهایی هایی بود که او میان ایران و آلمان میدید و در این اندیشه بود که بتواند با اتحاد و پیروی از این الگو اعمال قدرت خود را نه فقط در داخل کشور بلکه فراتر از مرزهای سرزمینی گسترش دهد در این نوشوار کوتاه با تمرکز بر شباهت های دیکتاتورهای ایران و آلمان دلایل پیروزی رضاشاه از ایدئولوژی نازیسم بررسی شده اما قبل از اینکه به تحلیل این موضوع بپردازیم لطفا این ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید نازیسم و باستانگرایی ایدئولوژی های در خدمت دیکتاتورها هدف رضا از گسترش مناسبات خود با آلمان عکس مساعدت اقتصادی و سیاسی این کشور برای تغییر اوضاع اقتصادی و مدرنیزاسیون کشور بود این موضوع فرصت مناسبی برای این کشور فراهم کرد تا بخش مهمی از فعالیت اقتصادی و صنعتی ایران را به خود اختصاص دهد البته باید به این نکته توجه کرد که روابط آلمان و ایران و حضور این کشور در ایران در این دوره بدون موافقت نسبی انگلستان و شوروی ممکن نبود نکته دوم برای گسترش این روابط بسیاری از آلمانی ها به ایران کوچ کردند که پاتاق برخی از آنها باشگاه آلمان ها به نام داست دویچ هاوس در تهران بود و به دلیل فعالیت های آنها آلمان می توانست سهم به در صنعتی کردن ایران داشته باشد. نکته های اهمیت بعدی اینکه از نظر ایران آلمان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه علم و فناوری بود و می توانست با استفاده از سرمایه مشاوران فنی های صنعتی و ماشین آلات خود به ایران کمک کند. از سوی دیگر آلمان نیاز به مواد خام خود را با گسترش روابط با ایران تا حدودی حل کرده بود. و به طور کلی حکومت رضاخان در امر توسعه و نوسازی تحت تاثیر الگوی توسعه آلمان قرار داشته و این الگو را معیار مناسبی برای رسیدن به رفاه اقتصادی، امنیت، و صبات سیاسی و کسب وجوه بین المللی می دانست. بر همین اساس ناسیونالیست های ایرانی که مصرانه خواستار توسعه اقتصادی کشور بودند و رضا شاه و مشاوران وی نخست سلاش کردند به منظور کاستن از فشار اقتصادی و سیاسی به زم خود از ذرتی که خطر کمتری برای منافع ایران داشته باشد و یا به لحاظ جغرافیایی با ایران فاصله بیشتری داشته باشد بهرهمند در این میان آلمانی ها با توجه به محدودیت های سیاسی و اقتصادی کشورشان بعد از جنگ جهانی اول و همچنین زمینه های همکاری و همدلی نزدیک ایام جنگ با دولت های منطقه خاورمیانه میانه بیش از کشورهای دیگر در این زمینه از خود آمادگی نشان دادند. سال های 1305 تا 1309 را میتوان دوران رشد و گسترش روابط ایران و آلمان دانست یا لحظه سب کن اگه زا اینجای ویدیو همراه همون بودی لطفا این ویدیو رو لایک کن و یادت نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنی رضا در دهه 1310 شمسی به رژیم نازی علاقه نشان داد و سعی کرد به آنها نزدیک شود دیپلمات‌های های نازی مشوق نژاد آریایی و حامی آن بودند و سوی دیگر در این کشور با تمرکز بر ایده احیای عظمت آلمان بر آریایی گرایی و نژاد ناب خالص آلمانی بسیار تاکید میشد چیزی که رضاشاه را بسیار شبیه ایران و ایدئولوژی باستانگرایی یافته بود او با تر شعار احیای عظمت شاهان باستانی در ایران بر بود که موتور مدرنیزاسیون را با استفاده از ایدئولوژی باستانگرا به حرکت درآورد ناسیونالیسم پهلوی بیشتر به سمت نوعی میهمپرستی شخصی شده در نوسان بود زیرا به جای آنکه بر گرایش های آزادی خواهانه و قانونگرایانه در غالب یک سرزمین معین تاکید کند مبتنی بر وفاداری شخصی سنتی فرهنگی و معطوف به نژاد بود نظری پردازان اصر پهلوی دو منطق استراتژیک را برای درمان ناسیونالیستی ایران بیمار در پیش گرفتند نخست به بازنمایی روایتی از هویت پرداختند که تا حدودی تحت تاثیر تحقیقات شرخشناسانه اروپاییان بود و به صورت کاذبی بر اصالت تاکید میکرد و دوم اینکه بر قدرتیابی فرهنگ و میراس ایرانی از طریق پاساش گذشته و حمایت و پشتیبانی از آن تاکید میکرد موج میهمپرستی در کشورهای مانند عثمانی و ایران با گسترش و رشد نوعی ناسیونالیسم ارگانیک یا قومی همراه شد که خواهان ایجاد هویت مشترک و تحقق روحیه بنیادی از جمعگرایی بود نه آنکه به دنبال شکلی از حکومت باشد که حقوق شهروندان را تضمین کند دقیقا مشابه همان چیزی که در آلمان بعد از به قدرت رسیدن هیتلر رخ داد و قدرت به سمت شخصی شدن هرچه بیشتر و ایجاد کیش شخصیت حول شخصیت هیتلر تمایل پیدا کرد. به طور کلی دیکتاتورها در این زمین شباهت زیادی به یکدیگر دارند و با به خدمت درآوردن ایدئولوژی ها به دنبال افزایش قدرت شخصی خود هستند. سازمان های فرهنگی و ارتش نهادها در خدمت دیکتاتورها جوامع توتالیتر برای القای ارزش های معین از طریق نظام آموزشی به نهادسازی روی می آورند. به گونه ای که در آلمان نازی به کودکان یاد داده می شود که در درجه نخست باید نسبت به دولت آنگونه که پیشوا یعنی آدولف هیتلر تجسم یافته است وفادار باشند. از تمام کتاب های درسی باید با ایدئولوژی نازی هماهنگ باشد. در ایران دوران رضا شاه نیز به راحتی چنین چیزی هویدا بود. در کتاب درسی تاریخ که برای تدریس سال پنجم و ششم ابتدایی که معلفان رشید یاسمی است در ستایش و عظمت ایران باستان و شخص کوروش مطالب بسیاری نوشته شده بود در این کتاب ها این گونه به کودکان القا میشد که ایران باستان به دلیل اقدامات شخص پادشاه از عظمت و تمدن برخوردار شده برای القای این موضوع مطالب بسیاری درباره نقش پادشاه در پیشرفت کشور در آنها نوشته شده بود در این کتاب ها اقدامات رضاشاه و اصلاحات او به گونه ای معرفی شده بود تا در ذهن کودک این تصویر نقش ببندد که رضاشاه نیز همانند پادشاهان دوران باستان در مسیر برقراری امنیت کشور گام برداشته و بنابراین شایسته احترام و دوست داشتن است به هدف وی از کسب قدرت خدمت به وطن بوده با توجه به اهمیت حوزه فرهنگ یکی از مصادیق مهم و بارز رژیم پهلوی برای مدرنیزاسیون و ترویج شادوسی تأسیس نهادهای فرهنگی مدرن و برای نمونه تأسیس سازمان پرورش افکار بود مهمترین سیاستهای این سازمان آموزش تجدد و مدرنیسم همراه با ترویج روحیه میهنپرستی وفاداری به شاه و تبیین پیشرفتهای اقتصادی کشور در غالب راهبرد کلان برنامه نوسازی رضا شاه بود به عبارت دیگر این سازمان وظیفه داشت تا افکار عمومی را نسبت به اصلاحات و سیاست های فرهنگی و اجتماعی حکومت رضا شاه توجیه کند تا در نظر مردم مقبول واقع شود از دیگر برنامه های مهم این سازمان ترویج باستانگرایی و آریاگرایی مطلوب سلطنت پهلوی بود اما به جز نهادهای فرهنگی این ارتش قدرتمند نازی ها بود که شوق و حیرت رضاشاه را برمیانگیخت. میلیتاریسم هیتلر و کیفیت و تنوع محصولات نظامی آلمان رضاشاه را متوجه این واقعیت کرد که آلمان بهترین منبع تأمین نیازهای نظامی و تسلیحاتی است. در نتیجه مهمترین قرارداد نظامی بین ایران و آلمان قرارداد تأسیس کارخانه تولید تفنگ‌های خودکار در تهران و تاسیس یک کارخانه هواپیماسازی سازی به نام شهباز بود که این کارخانه بعد از احداث با کمک نیروهای آلمانی هر دو ماه یک هواپیمای کوچک نظامی تولید کرد در حقیقت رضا که مهمترین خدمت خود را تاسیس ارتش نوین در ایران میدانست با دیدن پیشرفت نظامی آلمان ها خود را در جایگاه پیشوای ایرانیان مد نظر می آورد اما نتیجه جنگ جهانی و سقوط رضاشاه از قدرت هزینه پنداش غلطی بود که رضاشاه درباره نزدیکی به آلمان و ایدئولوژی نازیسم پرداخت کرد اما رضاشاه به عنوان یک شخصیت نظامی نظم و انضباط شدید کیفیت محصولات صنعتی و تاکید بر احیای گذشته با عظمت در آلمان را میستود از آنجا که او بر عدم توسعه ایران در برابر کشورهای اروپایی و آمریکایی واقف بود در صدد نزدیکی به ایدئولوژی نازیسم برآمد با تاکید بر ایدئولوژی باستانی ایران بر اهمیت شاه در فرایند توسعه از بالا تاکید میکرد و این مسئله با حذف گروههای اجتماعی از عرصه عمومی که توسط او دنبال میشد بسیار همخان بود به علاوه رضاشاه با الگو گرفتن از ایدئولوژی نازیسم به تاسیس نهادهای فرهنگی مروج ایدئولوژی باستانگرا دست زد تا بتواند بدون مانع و مخالفت جدی به هدف خود که تبدیل شدن به یک پیشوای محبوب در نظر مردم بود دست یابد دنبال روی او از ایدئولوژی آلمانی اگرچه سقوط سیاسی رضاشاه را منجر شد اما بار دیگر بر این ایده صحت گذاشت که دیکتاتورها در همه جوامع شباهتها و اشتراکات بسیاری دارند که در نهایت به سرنگونی آنها منجر می خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظراتتون در مورد این ویدیو رو حتما با ما به اشتراک بگذارید و یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم حتما سابسکرایب کنید.